خودتون با دارید دیگر خدمته همه شما سربرا کشتی دوستان و همراهان همیشه یک کانال روز نظری اممه از شهر ورزشکار آلمان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزن 130 کیلوگرم گول کوبایی، گول خوشقلب کوبایی لوپز در مقابل ادوارد خوب قرار گرفته. ادوارد خوب برای آلمان با دوندی قرمز در مقابل لوپز با دوندی آبی. ببینیم چه میکنه. لوپز 23 تا طلای جهان و المپیک رو داره. من واقعا اگه الان شروع کنم عناوینی که لوپز به دست آورده براتون بگم مطمئنه 6 دقیقه تمام خواهد شد. در مقابل ادوارد پوپ از آلمان برنز قهرمانی اروپا رو داره 2021. یه لحظه حالا ببینیم میره فیلتای فیلتای زیبا میزنه، یه چارتای زیبا لوپز مثل همیشه میزنه درو میکنه. چرا دوتا بهش دادم؟ دو امتیاز بهش دادم. خب نجه کشی دو بر صرف میشه. لوپز کوبایی فکر میکنم چارتایی داشت ولی خب بریم ادامه کشتی رو ببینیم. لوپز 4 بار طلای المپیک رو داره، 5 بار قهرمان جهان شده، 8 طلای قهرمانی پان امریکن رو داره. سال 2002 3 4 5 6 7 9 12 2014 5 طلای بازی های پان امریکن رو داره. در سال 2003 2007 2011 2015 و 2019 کشتیگیر آلمانی پیش میدازه و خاک میکنه لوپز رو. ببینیم میتونه باراندازه هم بزنه به لوپز گول کوبایی یا نه. واقعا گول چراغ و جادو از این لوپز. یه لحظه پیش انداخت خاک کرد و دو امتیاز گرفت از لوپز و سختی هم خاک بلند میشه لوپز. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. 35 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اولین کشتی زمان داریم. کشتی آلمان رو حالا تشویق میکنه تماشاچی حاضر در سالن. سالن کاملا پر. 20 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول کشتی زمان داریم. لوپز دستش بهتر داره کار میکنه. خیلی خوب بود رفت. یه لحظه حالا میتابونه یه لحظه برای کمرگیری ولی رها کرد خودش رو کشتیگیر آلمان ادوارد پوپه. اینجا سه دقیقه اول کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگیر از دو مربی خوش میاد. ببین سه دقیقه دوم رو چطور آغاز خواهند کرد. خوشی که در بدن شد خوش میکنن توصیه های لازم از مربی خوششون بگیرن و باید به سوی دو شد برگردن. ایوب آزموده در بدن لوپز رو خوش میکنه و دوباره به روی دو شد میترسه. از که در کشتی دوستان هستن برای مراسم خداحافظی فرانک استابلر در نظر گرفته شده. 8 کشتیگر از جهان یه لحظه حالا پیش میندازه و خاک میکنه لوپز کشتیگیر آلمانی رو. امتیازی به لوپز نمیدم. من قبلی هم 4 تایی داشت 2 تا دادم این بارم خاک کرد ولی امتیازی در نظر گرفته نمیشه. با اکثر اول خاکش کرد مرده فشار بودش رو به جلو هست لوپز میتونه در خاک بنشینه. بله و اینجا نفس کم کنی میکنه یک امتیاز برای لوپز. نتیجه کشتی 3 بر 2 ها بوده. این خود 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. ببینیم چه میکنه ادوارد پوپه در مقابل لوپز. گول کوبایی در خاک میتونه مقاومت کنه یا نه. خیلی راحت با
بارانداز میزنه لوپز رو جمع میکنه میره برای بارانداز، باراندازش رو بله به راحتی به اجرا میذاره، میتونه 10 تا بارانداز بهش بزنه پشت سر هم، یک بار دیگه میره برای بارانداز، یه بارانداز دیگه هم میزنه، میره برای سفر میانه چپ نشونده اومد برای راست ولی رها کرده چه گوشه حالا 7-2 میشه از کنم این کشتیگیر آلمانی حرفی برای گفتم نخواهد داشت در مقابل لوپز چه کشتی 7-2 میشه حالا 130 کیلوگرم سه مسابقات خداحافظی فرانک استابلر بعد از این مسابقه رضا گرایی در مقابل فرانک استابلر باید دادن خواهد شد استفاده این مسابقات امشب هست که فرانک استابلر در نظر گرفته بود، همه منتظر اون مسابقه هستن، استابلر گفته که بخواد انتقام شکست المپیک رو از قهرمان ما بگیره ولی مطمئنا گرایی هم همون منش قهرمانی ما ایرانی ها رو به اجرا خواهد گذاشت، به احتمال زیاد که گرایی این پشت رو واگذار میکنه تا فرانک استابلر در مقابل چشم هزاران تماشاگر آلمانی با یه خاطره خوش از دنیای کشتی خداحافظی کنه. ببینیم چه میکنم در کشتی بعدی، کشتی محمد علی گرایی هم در حالی که 6-5 جلو بود به دلیل آسیب به گردهای زانو کشتی رو واگذار کرد، ادامه نداد به کشتی برقیبش برنده میدان شد، نه چه کشتی همچنان 7-2 هست مسئله هم نیه کار میکنه و خوب سعی میکنه دارو برای اجای فنونش باز کنه ولی مگه میشه از لوپز عبور کرد، مگه میشه به لوپز فن زد، چه انسانی تا پایین کشتی زمان داریم و از سنشون میده کشتیگیر آلمانی اشتیاری برای حمله نداره، میدون که حمله هم کنه به یه سخته از پولاد برخورد میکنه، واقعا هر کار جد نتونست فنون کشت رو به اجرا بذاره، روز افثانه تا پایین کشتی زمان داریم هچه کشتی همچه 7-2 هست به سوده لوپز گول خوش قلب کوبایی، ولی اینجا 3 ثانیه و کشتی به پایان میرسه و لوپز یه لحظه نشست برای که برگیری ولی خود 6 دقیقه مبازی کنید به پایان میرسه، لوپز قهرمانه پر آوازه جهانی کشتی رو میبره، دوستان با لایک و کامنت ها به سمت به ما انرژی میده ما در ادامه مسیرمون، ما سمت تا دور دیگر بدرود.